سلام، خوش شد منو مشاهده کردید. من از این حالت چنگانگی موجی در آوردیم. قضیه چیه؟ الان داستانشو براتون تعریف میکنم. بعد از که ادیسون لامپ های رشته ای رو به اسم خودش گسترش داد، دانشمندا دنبال این بودن که بفهمن چرا مواد مختلف در اثر داغ شدن نورهایی با رنگ های متفاوت از خودشون ساطع میکنن، یا یعنی که چجوری میشه تو لامپ های رشته ای بیشترین میزان نور مرئی رو در ازای مصرف برق کمتری دریافت کرد. دانشمندا با بررسی بیشتر این موضوع اومدن دیدن که نمودار شدت نوری که یه جسمی ساطع میکنه نسبت به طول موج اون نور، یا به عبارت ساده تر همون رنگ نور، این شکلیه که تو دماهای مختلف اون شدت نور حداکثری که ساطع میشه طول موجش فرق میکنه. اون موقع با توجه به فیزیک کلاسیک بهترین پیشبینی که دانشمندا برای این نمودار داشتن از نظر تئوری شکل کاملا متفاوتی داشت با واقعیت. یه دانشمند آلمانی به اسم ماکس پلانک که اون موقع داشت روی رد نظریه اتمی کار میکرد، یعنی میخواست اثبات کنه که اتم اون شکلی میگن وجود نداره، شروع کرد روی قضیه کار کردن. اول اومد برای این نمودار یه معادله ریاضی در آورد که اون معادله الان به قانون پلانک معروفه. بعد که اومد دید نظریه اتمی رو نمیتونه منکر بشه، رفت سراغ توجیه فیزیکی این معادله، یعنی که ببینه میتونه توجیه کنه که اتم‌ها چجوری طبق این معادله از خودشون نور ساطع میکنن. توی فیزیک خیلی از چیزا اینجوری کشف میشه، یعنی اول معادله ریاضی در میارن، بعد میرن تو واقعیت میگردن ببینن چیزی هست که منطبق بر این معادله باشه یا نه. خلاصه اینکه پلانک به این نتیجه رسید که اتم‌ها سطوح انرژی پیوسته‌ای ندارن و سطح انرژیشون گسسته است. یعنی چی؟ یعنی که سطح انرژی اتم‌ها نمیتونه مثل سطح آب داخل لیوان هر مقداری که دلمون بخواد رو داشته باشه، بلکه مثل سطح این توپا فقط میتونه مقادیر مشخصی رو داشته باشه. در ابتدا این ایده خیلی جدی گرفته نشد و توسط دانشمندان اون موقع به سخره گرفته شد. انیشتین این ایده رو گرفت و اونو به نور هم تعمیم داد، یعنی گفتش که نور یه جریان پیوسته‌ای از انرژی نیست، بلکه توی بسته‌های کوچیکی به اسم فوتون منتشر میشه. دانشمندای اون موقع ایده انیشتین رو هم مسخره کردن. جالبی که خود پلانک که حرف انیشتین تایید کننده نظریه اون بود، در مورد انیشتین میگه که این آدم کارهای خارق العاده خیلی زیادی کرده و باید از این حرفای چرتش در مورد فوتون و اینها بگذریم. بعدش دانشمند دیگه به اسم بور اومد این نظریه پلانک و انیشتین رو با هم ترکیب کرد و یه نظریه اتمی جدید داد که نشون میداد چرا مواد مختلف وقتی داغ میشن نور با رنگ‌های متفاوتی رو از خودشون ساطع میکنه. بعدش هم هایزنبرگ و شرودینگر این ایده رو تکمیل کردن و تئوری مکانیک کوانتومی رو مطرح کردن، نظریه‌ای که اون زمان حتی انیشتین که جزء پایه‌گذاراش بود اون رو غیر قابل قبول میدونست. یکی از آزمایش‌هایی که اون زمان البته با یه هدف دیگه طراحی شده بود، ولی نتایج عجیبش باعث شد که علم کوانتوم عجیبتر و جذابتر بشه، آزمایش دو شکاف یانگ. آزمایش خیلی ساده است. دو تا شکاف خیلی نازک جلوی مسیر نور قرار میدیم و انتظار میره روی دیواری که پشت این شکاف ها باشه دو تا نوار روشن نور دیده بشه، ولی به جای این یک سری نوارهای تیره و روشن دیده میشه. در ابتدا این فقط نشون میده که نور خاصیت موجی داره، چون موج وقتی که از یکی از این شکاف ها رد میشه پخش میشه و تداخل دو موج پخش شده از این دو تا سوراخ باعث میشد که یه سری جاها این موج ها هم دیگر رو تقویت کنن و اونجا نوار روشن دیده بشه، و یه سری جاها هم این موج ها هم دیگر خونسا کنن و اونجاها تاریک دیده بشه. تو همین زمان یه سری آزمایش دیگه انجام میشد که نشون میداد نور ذره است و موج نیست. خب بالاخره نور موج یا ذره است. در نهایت فهمیدن که نور یه حالت دوگانگی موج و ذره داره که اسمشو گذاشتن خب دوگانگی موج و ذره. ولی این آزمایش نتایج خیلی عجیب تری هم داشت. اومدن گفتن که خب حالا که نور ذره هم هست، بیا این فوتون ها رو دونه دونه به سمت این شکاف ها بفرستیم، و قاعدتاً چون دیگه چیزی نیست که این نور بخواد باش تداخل پیدا بکنه، باید همون دوتا نوار روشن پشت شکاف ها دیده بشه. ولی در کمال تعجب باز همون نوارهای تیره و روشن تشکیل شد. یعنی چی؟ نور با چی داشت تداخل پیدا میکرد که اون طرح تداخلی ایجاد میشد؟ درسته، با خودش. نور با خودش داشت تداخل پیدا میکرد. کوانتوم به ما میگه که این ذرات نور مکان مشخصی ندارن و به طور همزمان میتونن هم از دوتا شکاف رد بشن هم به مانع برخورد کنن. در واقع کوانتوم به ما میگه یه ذره یه تابعی از احتمالات جاهایی که میتونه وجود داشته باشه. نمایش ریاضی این احتمالات میشه یه موج، که در واقع وقتی تو کوانتوم میگیم ذرات تابع موجی هستن منظور همینه. حالا این تابع موجی وقتی که میرسه به اون دیوار پشت این شکاف اصطلاحاً فرو ریزش میکنه و خودش به صورت یک ذره در یک نقطه نشون میده. این آزمایش هنوز از این هم عجیب تر میشه. برای اینکه بتونن احتمال عبور ذرات از هر یک از این شکاف ها رو اندازه بگیرن، اومدن یک حسگر در کنار یک از این شکاف ها
قرار داد. فکر می‌کنی نتیجه چی شد؟ دیگه اون طرح تداخلی تشکیل نشد و فقط همون دو تا نوار روشن روی دیوار تشکیل شد. یعنی فوتون‌ها دیگه به صورت اون تابع موجی عمل نمی‌کردن، به صورت ذره‌ای از این شکاف‌ها عبور می‌کردن. به این میگن فروریزش تابع موجی هنگام مشاهده. یعنی وقتی می‌خوایم اون ذره رو مشاهده کنیم، ماهیت خودش رو عوض می‌کنه. یعنی دیگه اون حالت موجی نیست و به حالت ذره‌ای در میاد. حالا چه جوری همچین چیزی ممکنه؟ هیچکی نمیدونه. فکر میکنی دیگه از این عجیبتر نمیشه؟ در یه نسخه از این آزمایش اومدن یک شکاف دیگه‌ای بعد از اون شکاف اصلی گذاشتن، به طوری که این شکاف دوم میتونست تک شکاف یا دو شکاف باشه و وضعیت این شکاف دوم رو نوع عبور نور از شکاف اول تأثیر میذاشت. بعد اومدن دیدن که اگر در وسط آزمایش نوع شکاف دوم رو تغییر بدن، حالت عبور نور از شکاف اول متناسب با اون تغییر میکنه. یعنی نور موقع عبور از شکاف اول میدونسته در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و خودش رو با شرایط آینده وفق میده. یا اینجوری میشه گفتش که توی دنیای کوانتوم اتفاقات آینده روی گذشته تأثیر میذاره. اوه چی بود؟ هنوز هیچکی دلایل دقیق نتایج این آزمایش ها رو که بارها و بارها برای ذرات مختلفی از نور گرفته تا الکترون و پروتون و اتم و حتی مولکول ها هم تکرار شده و همین نتایج رو به ما داده نمیدونه. اینکه مشاهدگر زیشعور میتونه تأثیر بذاره روی گذشته، حال و آینده یا اون چیزی که داره مشاهده میکنه، یه چیز خیلی جالبیه که توی فلسفه هم یه جورایی بهش پرداخته شده. در واقع فیزیک داره ما میگه که نوع نگاه ما به جهان یا همون جهان بینی ما خیلی تأثیر میذاره روی زندگی ما و روی اتفاقاتی که برای ما میفته. نظر شما چیه؟ خدا نگهدار.